در خدمت دو تا مهمان عزیز هستیم، خانم غلامی و خانم سلطان فرد. قانون اسم شما در مورد جایگاه یا حقوق خانم ها در خانواده و اجتماع صحبت بکنیم. اگر در قدم نخست خانم سلطان فرد یک اشاره داشته باشیم، خانم ها چه حقوق برخوردار هستند در خانواده؟ بله، همانطور که امروز همه ما مشاهده کردیم و دیدیم، زنان امروز زنان افغانستان نصف جامعه ما تشکیل داده و امروز دوشادوش مردان و ثابت کرده و ثابت هم میکند که ما توانایی های داریم که دوشادوش مردان دارای اهداف هستیم، برنامه هستیم برای پیشرفت و شکوفایی جامعه خود، و همانطور از یک سلسله حقوق برخوردار هستند، چی در خانواده شود چی در اجتماع و سایر موارد. اول که مهمتر از همه است که انمی حق هایی که یک زن یک دختر خانم در فامیل خود در قبال فامیل خود دارد، فامیل باید مورد حمایت قرار بده و حقوقشان را از اونا سلب نکند و بعد از وارد اجتماع میشه. در یک خانواده زنان امروزی از هر لحاظ، حق تحصیل، حق آزادی بیان، حق حیات، حق ازدواج، حق های مشارکت و حق های فعالیت های اجتماعی از این حق ها برخوردار هستند که امروز خوشبختانه در جامعه ما 100% هم گفتن نمیتونیم که ما خیلی خوشحال هستیم که در اکثر خانواده های ما که فکر و دیدگاه باز داره از این حق ها زنا برخوردار هستند، مورد حمایت و قرار میگیره. اما در بعض خانواده ها وجود داره و دیدگاهی که کم اهداف محدودتری نسبت به زنان امروزی دارد، از این حق ها سلب میکنه، دختران خود را به مکتب نمیماند، از حق تحصیلشان باز میداره، باعث میشه که امزی بیسوادی زنان یک سلسله با مشکلات مواجه شود و از این حق های خود محروم شود. بسیار خوب خانم غلامی، شما که در مورد حقوق زنان در افغانستان صحبت کنید، افغانستانی که هم جامعه اسلامی هست هم جامعه فرهنگی هست، در مجموع خانم ها در افغانستان دارای چه حقوق میباشه؟ بله، همونطور که زنا نصف از پیکر جامعه تشکیل میتهد، دوشادوش مردا داره یک سلسله اهداف و برنامه پیشرفت برای جامعه خود است. زن یک انسان است، انسان شبیه مرد، که از هیچ از دستگاه اسلام و نه از لحاظ قانون هیچ تفاوت بین مرد زن وجود ندارم. همونطور که مردا از حقوق برخوردار است، زنا هم است، از جمله حقوق حق تحصیل، حق پیشرفت، حق اشتراک در جامعه و حق زیادی در کشورهایی که اینا در قانون اساسی هم آمده. بله، در کشورهایی که نفوس بیشتر حساب میشه، بیشتر حقوق زنان در نظر گرفته میشه. چرا فکر میکنین که دیده میشه در افغانستان در خانواده ها خشونت وجود داره علیه خانم ها؟ از دیگاه من چندین عامل بسیار مهم که باعث خشونت در افغانستان میشه. اولا یک از خود فامیل شروع میشه، یک نوع تبعیض جنسیتی بین پسر و فرزندان شغال، این باعث ازی میشه که این یک خشونت از لحاظ ارشد از حق تحصیل نامحروم، و دوم دیگه وقتی که چی در زندگی مشترک باشه و یا بعض خانواده، یک حسی برتری جویی مردان نسبت به زنان است. مردان امروز در افغانستان یک حسی برتریت خود برتر میدونه نسبت به زنان خود، هر قدر که یک زن کامل باشه، یک زن موفق باشه، یک زن توانایی داشته باشه، بازم فکر میکنه نه، زنان کس خیلی پایین تر از یک مرد هستن. و دومین عامل که امروز خیلی بارز هستن باعث خشونت در افغانستان میشه، فقر و بیکاری هستن. چی فقر اقتصادی باشه، چی فقر سواد علمیت باشه که ما فقر بی سوادی میگم، این باعث از این میشه که باعث خشونت شد. امروز نصف جامعه ما در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، فقر هستند. بعد از این باعث از این میشه که خشونت در خانواده صورت بگیره، خشونت در یک فامیل صورت بگیره. در جامعه ما امروز سواد فرهنگی ما خیلی پایین است، اما در جامعه پیشرفته سواد فرهنگیشان آنقدر بلند است که وقتی در افغانستان اگر ما امروز در نظر بگیریم، به عنوان یک مثال، یک کیلو گاز برفرال میتونه از 55 بره در 60-70 بلند برسه. در افغانستان که یک سوال منطقی وجود نداره، چرا با کدام دلیل میزان امی مواد بلند مره یا ثابت نیستن؟ چرا دلیل منطقی باید برشون بیزا؟ اما در کشورهای پیشرفته وقتی که این نرخ غیر ثابت میشه، دلیل منطقی میخواد. و این در افغانستان باز اون زمان است که خشونت در خانواده صورت میگیره، مثلا یک کچالو خلاص شد، دیگه سایر مواد خوراک در خانه خلاص شد، باید بیاره در خانه بگیرزن خلاص شد، چیز باید خشونت میشه. و دوم دیگه بی سوادی نیست، زنان افغانستان امروز بی سواد هستن، باید از یک سلسله حقوق و قواعد حقوق داره، چی در خانواده چی در اجتماع، باز نمیفهمه که ما حقوق دارم، خشونت که علیهشان صورت میگیره، اما که نمیفهمه که ما حمایتگر ما قانون هستم، قانون ما قانون در مورد ما چی گفته که خشونت صورت نگیره. باید از همشه که یا بیسواد است از حق حقوق ما وجه که اونو خشونت هایی که چی فیزیکی صورت میگیره چی غیر فیزیکی صورت میگیره تحمل کنه. و دوم دیگه همی خود
بعضی وقت امی خود تشویق فامیل های محترم هم وقت زندگی مشترک میشه زنا تشویق های فامیل هم باعث میشه خوشنود صورت بگیره الهینا فامیل های عزیز اکثر فامیل ها هر قدر که یک دختر کامل است و مکمل و توانای مهارت بازم میگه نه قدر نسبت به پسر من خیلی ناقص است خیلی نواقص ها داره باز باعث از میشه که دخالت کنه در زندگی مشترک شان باعث خوشنود الهی زن صورت بگیره منظور شما دخالت است دخالت فامیل بله. فامیل های عزیز که بیننده هستن لطفاً چی دخترتان باشه چی پسرتان باشه لطفا نگذارید دخالت داشته باشین بلکه خودشان تصمیمانه مستقلانه تصمیم بگیرد زندگی خود را پیش ببرد به خاطر اینکه یک زندگی خوشحال و آرام داشته باشه و دومی دیگه یک عامل مهم بارز یک در جامعه ما امروز است یک دیدگاه نادرست و برداشت از ازدواج داره وقتی زندگی مشترک را آغاز میکنه به این فکر و باور هستن بعضی فامیل ها اکثرت فامیل ها خوشبختانه ما دیدیم میبینیم که خیلی به زنان خود احترام داره خیلی زندگی خوشبخت هم داره بعضی فامیل های عزیز که دیدگاه محدود داره یک برداشت نادرست نسبت به ازدواج دارد فکر میکنه زنان که وقتی وارد زندگی مشترک فکر میکنه زنان یک کارگر در خانواده هستن باعث از این میشه که تصمیم گیری در خانواده که زنان را سهم نکنه بعضی مشارکت های دیگر فقط به حیث یک کارگر یک دیدگاه کارگر نسبت به زنان داره بله. که خیلی خوشنط ها در این مورد پس در زنان صورت میره که بعد از ازدواج کسه حتی حق تحصیل هم حق کار اینار کسه از اینا بگیره چیکن اینار دیگه نمانه در این مورد یک ضرور مسئله هم ما داریم در جامعه سنتی و در دیدگاه سنتی میگه زن اسیری مرد بله. یعنی وقتی که ازدواج کرد به معنا که اسیر شد بله و دیگه کاملا سلب اختیار و به اصطلاح آزادی ها و اینا امیر شاید امی بی‌سوادی داره که چون خود زن نمیفهمه که من کدام حق و حقوق بله. دارم و ما خوشبختانه بگویم امروز به عنوان یک محصل حقوق امروز خیلی خوشحال هستم که حقوق میخوانم و دلیل که من همیشه در خانواده خود میگم هر شخص اول از خود شروع کنه کم کم در جامعه کم کم در سایر کنه در جامعه جهانی ها تطبیق کنه به دلیل ما حقوق میخوانم اول خیلی خوشحال هستم که حقوق من به دلیل که خیلی قوانینی هست وجود داره خود میفهمم اول نمیخوایم که امی بی‌عدالتی لای خودم صورت بگیره از حق و حقوق خودم در خانواده خود در اجتماع حکومت برخوردار هستم بفهمم بعد از این کم کم میخوایم یک آدرس خوب برای سایر زنان در افغانستان باشم یک آدرس خوب باشم تا بتونیم یک کمی امنی قدر موارد خاره کس بتونیم بسیار عالی ما هم آرزوی موفقیت میکنیم برای شما که ان شاء الله به هدفتون برسید فکر میکنین که فقط آگاهی خانم ها کافی است یا باید آقایان هم آگاهی پیدا کنن چون باید دو طرف آگاهی داشته باشن یا فقط اگه خانم ها آگاه بود کفایت میکنن این مربوط باید دو طرف باشه به دلیل که دیدگاه و امو ذهنیت هر فرد خیلی در یک خانواده مهم است وقتی یک خانواده تشکیل میشه تشکیل یک خانواده باعث تشکیل اجتماع میشه چی خوب است که پایه و اساس یک خانواده خیلی خوب باشه اینجاست که دیدگاه هر دو طرف خیلی مهم هستند اما امروز اگر نسبت به دیدگاه باشه دو فرد به سواد هیچ وقت دیدگاهش یکسان نیست دو فرد یک باسواد یک بیسواد مهم است که دو فرد باسواد باشد دو فرد بیسواد اما خوب است که دیدگاه دو طرف مساویانه باشد و وقتی که امروز درسته که افغانستان امروز زنان شما هستن که درس میخوانند تحصیل میکنند خیلی زنان پیشرفته و زنان فعال هم هست اما بعضی در جامعه ماست که نمی قانون ها کست فقط این مال ما میبینیم فقط در پنجه حقوق خوانده میشه قانون افغانستان حتی ما قانون اساسی افغانستان که امروز ما برام مادر قوانین در کشور ما شناخته شده باید حداقل در نظام تحصیلی افغانستان گنجانده شود که اکثر پنجه باید خوانده شود که بفهمم حقوق های اساسی که ما در قبال کشور ما هست داریم امور که حداقل بفهمم یک فرد داره بله یک فرد داره چی هست من تا خودم دورانی که من وارد دانشگاه نشدم من نفهمیدم مثلا در افغانستان قانون وجود داره و قانون به کدام دلیل وجود داره این میقدر بدبخت هایی که فعلا در افغانستان وجود داره ریشه دیمی دو عامل داره قانونی که در افغانستان وجود داره با بهترین مواد است افغانستان با بهترین متن است اما صاحب و عملی درست نداره و درست از اینه که احترام ما پایبند به قانون است تا زمانی که ما پایبند به قانون خود نباشیم احترام به قانون کشور خود نداشته باشیم ما هیچ وقت خوشبخت شده نمیتونیم چقدر شما نقش خود خانم ها را در وجود خشونت ها در وجود تبعیض ها برجسته میبینید؟ بله یعنی بازم برمیگرده به مو بی‌سوادی خود زنان خود زنان دیدگاهش آنقدر پایین است آنقدر انوال مادرای امروز مادرایی که یک مادر باسواد با بی‌سواد خیلی فرق داره مادر بی‌سواد خیلی دیدگاهش خیلی عقب‌مانتر است یک دیدگاه خیلی سطحش پایین‌تر داره اما یک مادر باسواد که امروز باسواد است دیدگاهش خیلی باز است و این مادر است که تبعیض بین فامیلشان وجود نداره فکر میکنه و زنان امروز هم ثابت کرده ما توانایی داریم از مردا همانند مردان
و امروز میتونیم که همانند مردا یک افتخار باشیم. باید از میشه که این دختر خانم‌ها یک خانواده است حمایت شد از هر لحاظ، چه لحاظ خوراکی، از هر لحاظ تحصیل نا تبعیض له نا صورت نگیره و به حق مساوی باشد. اما این می فامیل هایی که یعنی تحصیل کرده در تعداد خانواده شون تحصیل کرده خیلی کم است، باید میشه که تبعیض در خانواده بیشتر باشه و این می دیدگاهشون پایین است. فکر میکنه اگر در مکتب بره وارد دانشگاه شوه، باید از میشه که دخترای ما خو جامعه ما خراب است، یا کمی جامعه ما چی است، باید از میشه که از حق ها کسی ناسلب شود. بله بسیار خوب. امروز ما حدود 20 سال از وضعیت جدید میگذره خانم سلطان فر. در این وضعیت جدید تغییرات بسیار زیاد آمد. آگاهی که ما ازش صحبت میکنیم به عنوان یک عاملی که سبب میشه تبعیض، خشونت اینها صورت بگیره، نسبت به گذشته بهتر شده. در دانشگاه ها اگر نگاه کنیم، در مکاتب الحمدلله حضور خانم ها بسیار زیاد است، در جامعه هم همینطوری. اگر در مورد حقوق خانم ها در اجتماع صحبت کنیم، حالا ما در مورد حقوق خانم ها در خانواده صحبت کردیم، چه فکر میکنین چه حقوق برخوردار هستن؟ امروز در اجتماع زنان حق برخوردار هستن که مورد آزار و اذیت قرار نگیره. بگذارین این حق سن است یک دیدگاه متفاوت داشت، یک دیدگاه باز نسبت به زنان داشته باشین. بگذارین زنا حق آزادی برخوردار هستن، آزادانه فعالیت کنه، آزادانه کار بکنه و آزادانه تحصیل کنه و درس بخونه و آزادانه دیدگاه و نظر خود را بیان کنه و آزادانه گشت و گذار کنه. این مربوط میگرده به جامعه ما امروز در افغانستان که باید سه حق برخورد. بسیار خوب. خانم غلامی، پیام شما. پیام به اوت کسایی که ما رو بیننده هستن به این است که متاسفانه در افغانستان که ما میبینیم بین زن و مرد یک ذره تبعیض ایجاد میکنن و من از کسایی که بیننده هستن، از جمله خانواده هایی که مثلا فرق قائل میشن بین پسر و دخترشان، همونطوری که مثلا پسر نادار و یک سلسله استعداد ها هستن، دخترشان هم هستن، اجازه بتن دختران هم بیاین وارد جامعه شوند و در جامعه ما مثبت واقع شوند و همینطور از مهارت های خود استفاده بکنن. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد از حضور هر دو مهمان برنامه. سپاسگزار هستیم که حضور پیدا کردن و صحبت هایشان استفاده کردیم.